از افتخار انگلستان تا مایه ننگ ایران، تاریخچه آردی با ما همراه باشید. برمی گردیم به اولین ماجرا، ماجرایی که از این لوگو شروع شد و به این لوگو ختم شد. تالبوت یک برند متوسط انگلستان بود که خودروهای اسپورت و شهری تولید میکرد. تالبوت در سال 1903 توسط کمپانی پژو در انگلستان بنا نهاده شد، که البته در سال 1994 دوباره به کمپانی پژو ملحق شد و تقریبا تالبوتی دیگه وجود نداشت و البته با همون اسم پژو اسپورت به کارشون ادامه دادن و ملحق شدن. اما بریم سراغ همون هیلمن خودمون که بعداً با نام پیکان در ایران ناسیونال تولید شد. اما داستان این مدل جذاب چی بود؟ تقریبا اوایل سال 1966 بود که تالبوت تصمیم به ساخت یک خودروی جدید کرد و دقیقا مهندسین فرانسوی و انگلیسی شروع به ساخت و طراحی این مدل کردن. این خودرو با کمک طراحی فرانسوی ها و موتور اسپورت پژو میتونست یک خودروی جی تی خیلی خوب باشه، حتی با وجود موتوری که براش طراحی کرده بودن. هیلمن هانتر افتخارات آنچنانی نداشت، اما میتونیم به یکی از بزرگترین افتخاراتی که تونست با کمک تیم پژو برای انگلستان رقم بزنه اشاره کنیم. رالی سال 1968 از سیدنی تا استرالیا. تقریبا چند ماه قبل از این رالی به طرز شگفت‌آوری کمپانی روتس به کلایسر آمریکا ملحق شد، یعنی واگذار شد، و این هم سبب شد که راه این ماشین به رالی اون سال باز بشه. پژو علاقه آنچنانی به پرداخت هزینه‌های اسپانسری این تیم برای این مسابقه نداشت، ولی کلایسر آمریکا این امر رو بر عهده گرفت و پژو هم تیم رالی رو براشون فراهم کرد. این رالی از میان 11 کشور از جمله ایران عبور میکرد که اتفاقا خدمات تعمیراتی هیلمن هانتر رو توی تهران و در کمپانی ایران ناسیونال انجام میدادن. تقریبا میشه گفت قوی ترین خودرو این رالی سیتروئن بود که تونسته بود فاصله ای رو بگیره که همه تقریبا برد سیتروئن رو پیش بینی کنه. اما این پایان ماجرا نبود و همه چی به باب میل سیتروئن پیش نرفت. البته جز سیتروئن و پژو کمپانی های خیلی قدرتمندی چون فیات، فورد، آلپاین، پورشه، بنز و بی ام و حضور داشتن، در حالی که سیتروئن در اواسط استرالیا بود و بردش قطعی شده بود، با یک حادثه عمدی مردم استرالیا از بین رفت و از خط مسابقه خارج شد. و این گونه بود که هیلمن انگلستان با کمک راننده‌های پژو و پرداخت هزینه‌ها توسط کرایسلر آمریکا تونست بالاخره روی سکو بره و قهرمانی کسب کنه. اما بریم سراغ پیکان خودمون. پیکانی که سالهای زیادی تو ایران تولید شد و تقریباً پیشرفت یا آپشن خاصی هم نداشت، اما این پیکان مدل‌های مختلفی داشت که البته عمده‌ترینشون پیکان چراغ بنزی بود که البته چراغاش هم بنزی نبود، فقط به این چراغ معروف بود. البته ایران خودرو توی طراحی و ساخت این ماشین هم از فرانسوی‌ها بی‌نصیب نموند و از پژو 104 برای ساخت این پیکان استفاده کرد. اما نسل بعدش چی؟ انقلاب شد و بعد از انقلاب تقریبا نسل پیکان و خودروهای مشابهش تموم شد و این خودرو پژو 405 داخل ایران اومد. همون سالا با یه سری تغییرات پژو 405 جی ال و پژو 405 جی ال ایکس و جی ال آی تولید شدن. اما خب اون سالا این ماشین زیاد ارزون نبود، پس همه مردم ایران نمیتونستن یه دونه از این ماشین رو داشته باشن. تا اینکه ایران خودرو تصمیم به ساخت آردی گرفت و تمام نقطه قوت 405 هندلینگش بود و حذف کرد و زیربندی و دیفرانسیل پیکان رو به جاش اضافه کرد. این ماشین البته به عنوان یک ماشین دریفت قابلیت آنچنانی نداره و به دلیل موتور ضعیفش نمیتونه انتظارات یه دریفتر یا یه راننده حرفه‌ای رو برآورده کنه. اما با تعویض دیفرانسیل و تعویض موتور پیکان به پژو 504 میشه تا حدودی قدرت این ماشین رو بالا برد و به عنوان ماشین دریفت ازش استفاده کرد. اما استفاده در حالت فابریک به هیچ عنوان توصیه نمیشه،
جای خودرو برای استفاده شهری و ساده برای طبقه اجتماعی پایین طراحی شد و با دریفت فقط هزینه ها و مخارج زیادی رو براتون به بار میاره. خلاصه ماجرا این که این مستندم تموم شد. سعی کنید همکاران گرامی برای ساخت این ویدیو حتما از تحقیقات و مطالب خود یا افراد معتبر استفاده کنید. تا مستند بعدی، خدا نگهدار.